سلام دوستان عزیز برنامه شاخه های این درخت کهن در گفتارهای قبلی سعی می کردم حالا چقدر موفق شدم نمیدونم سعی می کردم که اوضاع فرهنگی اوضاع اجتماعی مردم ایران رو در قرن هشتم نهم دهم یه مقداری توضیح بدم و تفاوتهای اون رو با قرون چهارم و پنجم در حقیقت بله مقایسه کنیم و ببینیم که چگونه شد که فرهنگ ایرانی دچار انحطاط شد من این مطالب رو دیگر تکرار نخواهم کرد ولی به اونجا رسیدیم به این یقین کامل حداقل رسیدیم که تک صدایی حاکم شد بر جامعه ایران البته این صداها همه از دین بلند می شد این رو هم عرض کردم که ما نباید انتظار داشته باشیم که در دوران هزار سال پیش ایران ایدولوژی وجود داشته باشه هیچ جای دنیا وجود نداشت مسئله فقط اعتقادات دینی بود و های مختلفی از دین و خط و مشهای متنوعی که از این قرائت ها به وجود می و در نتیجه نهله های فکری متعددی رو به وجود می آورد و همین تبلیغ بر طرز تفکر یا رد طرز تفکر دیگری یکی از عمده ترین دلایل کتابت نوشتن رسالات کتب و توجه به کتابخانه توجه به علم توجهی به فلسفه و این مقولات بود و مثال زدم که ما در دوران شکوفایی در دورانی که امیران ایرانی حکومت می و به ایران و ایرانیت توجه داشتند این نکرم به شما عرض بکنم که از, بعد از اسلام به این سو وقتی امیران ایرانی قدرت می گرفتند و در منطقی به حکومت می رسیدند هیچ ایدئالی نداشتند جز تکرار دوران ساسانی دوران ساسانی دوران ایدئال از دست رفته بود و این نستالژی دوران ساسانی بر تمامی تاریخ هزار ساله بعدی اثر گذاشت به همین دلیل هم همین امی تمام امیران ایرانی تمام پادشاهان منطقی سعی می‌کردند برای خودشون یک شجره نامه مصنوعی و دروغی به وجود بیارن که اعلام کنن که ما از نسل ساسانیان هستیم خودشون پیوند میدادن به بهرام چوبین به یزدگرد به انوشیروان به انواع, مخت... انواع مختلف میخواستن که خودشون پیوند بدن به اون خاندان به اون سلسله و ایدئالشون هم تکرار دوران ساسانیان بود خب همین این نشون میده که در مقابل تهاجم یک فرهنگ بیگانه مثل فرهنگ عرب در ایران یک مقاومت وجود داشته برای ایرانی ماندن این مقاومت خودش منشه بزرگترین تحولات فرهنگی در ایران شده اینی که کتابهایی رو بنویسن کتابهای دوران ساسانی رو دو مرتبه ترجمه کنن به زبان عربی و به امروز به دانشمندان شاعران نویسندگان رو دور خودشون جمع کنن از اونها حمایت بکنن اینا رو من همه رو عرض کردم اینا دورانی بود که از تو دل این نوع فعالیت ها اولغاسم فردوسی بیرون میاد از دل این نوع نگرش و بینش آدمایی مثل رازی و عبور و ابن سینا بیرون میان البته این اشخاص فوق قلاده تعدادشون زیاده در درجات کم اهمیتتر و پایین تر بسیار بسیار اینها زیاد هستند و ما از اینها کتابهایی داریم که هم امروز ارزشمند هستند هم امروز حاوی مطالب تاریخی و جغرافیایی هستند که اگر اون کتاب ها نبود بسیاری از تحقیقات ناقص باقی میموند مثلا المسالک المماله که ابن خرداد به که در عواسط قرن سوم یعنی دیویست و خورده ای این کتاب نوشته شده این کتاب جز جزء ای مناطق ایران مناطقی که زیر نظر حکومت ساسانی بوده و واحدهای مالیات دهنده که چجوری این مملکت به تسوهای مختلف تقسیم می شده و این تسوها به چند روستا و شهر توشون بوده و این روستاها ها هر کدوم چند خرمنجاه داشتند حتی و مجموع مالیات هر روستا در سال چه میزان بوده محصولاتش چه بوده باغهاش چه بوده زمین های زراعتیش چه نوع زراعتی کرده آبیاریش چه گونه انجام میشده این اطلاعات, اطلاعات بسیار بسیار است که ما امروز مثلا از طریق یکی از کتاب های باقی مونده از اون اصل که همین مال ابن خرداد به هست ما داریم دوران دوران شکوفایی فرهنگی بوده این وقتی که این صدایی به وسیله ترکان مهاجم به وجود میاد و نوز میگیره و قدرت میگیره خاموشی مسلط میشه بر جامعه این نکتر من عرض کردم و دیگر تکرار نخواهم کرد اما از آنجایی که حکومت های بیگانه حکومت های غیر ایرانی در ایران حکومت می کردن و نسبت به عنصر ایرانی دلسوزی زیادی نداشتند ظلم و جور و فساد رو هم باید به عوامل عقب اضافه بکنیم اون رو ها هم اون، اونها رو هم من در مورد روابط کشاورزی تجارت در گفتارهای قبلی به عرضتون رسوندم یک دورهی به وجود میاد که این دوره منشه تحولات جدیدی میشه و اون دوره تیموره تیمور از اونجایی که انسان بسیار ریاکاری بوده و جمع مجموعه ازداد بشری بوده بی نهایت میل به آدم کشی داشته برای هیچ که باز اینا هم به عرضتون بسوندم که هیچ دلیل موجهی برای حمله کردن به یک شهر به یک ایالت به یک کشور نداشته ولی به اسم اسلام حمله میکرده و هیچ گونه هم کمکی به ترویج اسلام نمیکرده اما مردم قتل عام میکرده بیش از اندازه لازم قتل عام میکرده و, می و, و می رو جمع میکرده و میآورده در دوران جانشینان تیمور قدری اوضاع آرامتر میشه شاهروخ پسر تیمو، تیمور بر اساس همون طرز تفکر خود پدرش تیمور معتقد بوده که میبایست به سادات احترام گذاشت به اولاد نبی احترام گذاشت وسیله زندگیشون رو فراهم کرد اوقافی رو در اختیارشون گذاشت که چه و به اینها کمک بشه این محل تنفسی به وجود میاد برای مردم شیعه که باز نمیخوام تکرار کنم فقط یه یادآوری کوتاه مدت میکنم این محل تنفسی که برای شیعیان به وجود میاد و از حالت تقیه بیرون میان و اعلام میکنن ظاهر میکنن خودشونی که ما شیعه هستیم خب سبب توسعه هم خواهد شد و میشه اما از نظر فرهنگی جامعه آنچنان سرکوب شده آنچنان استعدادها و قریه،, قریه هنر یا استعداد علم و علم آموزی منکوب شده و از بین رفته زیر بار ستمهای بسیار شدیدی که مردم تحمل کردند و فقر و بدبختی و ناامنی و به خصوص به خصوص ناامنی راه ها و دزدانی که کاروان کاروان می زدند. و خب این همه امکانات اقتصادی رو محدود میکنه این نوع ناامنی ها و فساد اخلاقی که از در اثر تنگستی، هرمان، بدبختی و زورگویی و حکام محلی به وجود می آمده. ما مسئله داریم که میگه شریک دزد و رفیق قافله این در همین ادوار مردمانی هستند که شهر نشینند اما اینها اطلاعات کاروانهای تجاری رو به دزدهای سرگردنه میدند و از اونهای اجرتی میگیرند در نتیجه دزدهایی که در پیچ و خم راهها در تنگه های کوهستان ها لونه کردند که دیده نشند و نابهنگام بزنند و کاروان رو بکشند و قارت کنند و ببرند اطلاعاتشون رو از دستیاران شهرنشین خودشون میگرفتند و یه چیزی به اونها میدادند باز مثال زدم که در دوران مغول مردم دل خانه هاشون رو پنهان میکردند شهرنشین ها روستاها که میذاشتن فرار میکردن وقتی که مامور مالیاتی میآمده و چه زجرها چه شکنجه ها چه بدبختی ها تحمل میکردند یک, یک موردش رو نمیدونم دونم عرض کردم یا نه که مامورین مالیاتی مغول میرن به یک روستایی ولی روستایی ها روستا رو تخلیه کرده بودن رفته بودن در پیچ و خم کوها پشت تخت سنگ ها قایم شده بودند یک پیرزن علیلی که نمیتونست راه بره تو ده میمونه و روسایی فکر میکنن که کسی به این پیرزن کاری نداره ولی وقتی مامورین مالیاتی مغول توی روستا میگردند و این پیرزن پیدا میکنند به فکرشون میرسه که این پیرزن بیارن آویزون کنند شکنجه کنند در اثر شکنجه پیرزن جیغ بزنه ناله کنه و اهالی رحمشون بیاد برای کمکی به پیرزن بیان و ما اونا رو بگیریم و ازشون مالیات بگیریم این نوع صحنه ها این نو فاجعه ها به حدی بوده که دیگه در این جامعه شما نمیتونید انتظار هنر پویایی علمی یا حداقل اخلاق داشته باشید به همین دلیل مردم در اثر اسرت و بدبختی مشاقل جدیدی برای معیشت پیدا میکردند یکی از اون مشاغل این بود که به معمور مالیاتی میگفتن که یه پولی بده من راه مخفی خانه فلان تاجر رو بهت نشون بدم ما هنوز که هنوزه آثار معماری دوران مغول رو در شهرهای مثل کاشان، قزوین، این طرف اون طرف کرمان داریم که در خانه اصلا پنهانه یا بام ها به همدیگه وصله برای که بتونن از این پشت بام به پشت بام بعدی فرار کنند و برند و خودشون رو ناپدید کنند و گیر مامور مالیاتی نیفتند کوچه ها به این دلیل سقف داشته که بتونن فرار کنند درهای خونه درهای اصلی خانه رو گل می گرفتند و بعد یک در پنهانی درست می کردند که از اون در خودشون می رفتند که مامور مالیات نتونه پیدا کنه چه بسا که این یک در پنهانی برای پنج تا خانه تعبیه می شده که 5 پنجشیش خانه از اون در پنهانی میرفتن به خانه هاشون بعد مردمی بودن در کوچه خیابان که از ممور مالیات مغول پولی میگرفتن که بهش یاد بدن که تو چجوری میتونی وارد خونه فلان تاجر فلان کاسب یا فلان کس که ساکن این شهره وارد بشی آدم فروشی وطن فروشی خیانت به جمع، حفظ مسائل فردی و فدا کردن مسائل عمومی در مقابل مسائل فردی جزء فرهنگ جامعه میشه اینها خسران و زیانهایی بوده که جبران ناپذیر بوده اینها میمونه در یک فرهنگ حالا ما وقتی که به تدریج در تاریخ فرهنگ ایران جلو میایم به این نکته می رسیم و مورد مثال هایی در تاریخ معاصر هم من میتونم خدمتتون عرض کنم اما حرف اصلی این بود که با باز شدن با تعامل با مذاهب مختلف به خصوص احترام به اولاد نبی شیعیان یه جون گرفتند و تونستن که بی پرواتر وارد کوچه و بازار شن وارد مشاغل بشن فعالیت بکنن فعالیت علنی بکنن چون تا پیش از اون نمیتونستن این کارو بکنند این از اینجاست که ما مواجه میشیم با تعداد بسیار بسیار زیاد خانقاها خانقاهایی که اعتقاد شیعی هم دارند سابقه بر این اهل تصوف و عرفان اکثرا اهل تسنن بودند حالا ما میبینیم که خانقاه وجود داره که شیعی مذهب هم هستند و اترام به علی و اولاد علی رو شعار خودشون قرار دادند میخواستم راجع به این موضوع صحبت کنم که دیدم باز لازمه که ما به عقب برگردیم ببینیم که این نهله فکری چه هست از کجا به وجود آمده چرا به وجود آمده اثراتش در فرهنگ ایران در تاریخ ایران از نظر از جهات مثبت و منفی چه ها بوده چون به اعتقاد من تصوف و عرفان یکی از زخیم ترین, قوی ترین و کشنترین شاخه های این درخت کهنه که امروز ما اون چی که نداریم و آنچه که داریم روی ربطی پیدا میکنه با این فکر تصرف و عرفان برای این کار لازم بود که به عقب برگردم و خیلی اشاره کوتاهی کردم که حالا از این پس کمی مفصلتر نسبت به این قضیه صحبت میکنه و جلو میریم اونی بود که من در یکی دو جلسه پیش عرض کردم که عرب در حمله به ایران وقتی قلعه ای رو شهری رو روستایی رو می گرفتند مردم رو هم به اسارت می گرفتند خب بدیهی است که با این مردم چه میکردند؟ کردند زنها رو به کنیزی می بردند و مردها رو هم به غلامی می بردند اما عرب همینطور که واجه های فارسی رو معرب می کرد و مصرف می کرد همینطور انسانها رو هم معرب می کرد. چون نمیتونست اسم فارسی اشخاص رو تکرار بکنه یک زن و شوهر جوانی رو در منطقه میشان میگیرند و چون اون قبیله اسمش بنی سلمه بوده اسم اینها میشه مولی بنی سلمه این قبیله بنی سلمه با یک قبیله دیگری ازدواج میکنن از یک قبیله دیگری دختر میگیرن و این زن شوهر بردر رو هدیه میکنن به عروس در نتیجه امیره این ق... اینها این دو نفر میرن به یه قبیله دیگه به نام النجار و نام فامیل و شهرت و اونها هم باز عوض میشه میشه النجار اسم اصلیشون هم فیروز بوده این شخص اون خانم عروس این زن شوهر بردر رو با خودش میبره به مدینه و در اونجا اینا رو آزاد میکنه اینها در مدینه میمانند و زندگی میکنند و صاحب فرزندی میشن نام فرزند رو میگذارند حسن حسن در 16 سالگی هم زبان فارسی رو خوب میدونسته هم زبان عربی رو و تصمیم میگیره که از مدینه خارج شه و برگرده به زادگاه اجدادی خودش و برمیگرده به منطقه میشان منطقه ای که تغییر شکل داده در اثر سر تحولات سریع و فراوان این چند سال گذشته بندر ابله از بین رفته و حالا بندر بسره به وجود آمده شهر جدیدی به اسم بسره اصلا به وجود آمده میاد اینجا و چون دو زبان رو خوب میدونسته کار دبیری میگیره در حکومت ها و امیرنشین های کوچک کوچک و و بالاخره میرسه دبیر حاکم و خراسان میشه چند سالی اونجا کار میکنه شهرتی به هم میزنه اما این ناطق خوبی بوده باز این به بسره برمیگرده و در بسره کارش منبر رفتن و تشریح قرآن بوده میگویند که دست راست منبر عرب ها می نشستن. دست چپ منبر فارس زبان ها می نشستند و ایشون در روی منبر در یک جلسه اول قرآن رو به زبان عربی تشریح می کرده برای عرب ها و بعد به زبان فارسی برای فارس زبان ها سیت شهرت این آدم جهان اون روز اسلام رو در می نورده. چون ناطق بسیار زبردستی بوده و علم و دانشش هم فوق العاده بالا بوده و بهتر از هر عرب دیگری میتونست قرآن رو تشریح کنه و از احادیث حرف بزنه ما اینجا رو داشته باشیم نکته بسیار اساسی که در اون زمان در برخورد مردم و اسلام وجود داشته خدا ترسی و ترس از خدا بوده این ترس خدا رو از طریق احادیثی که از پیغمبر و صحابه پیغمبر باقی مونده اشاعه دادند این ترس از خدا سایه انداخته بر کل نظریات حکمی این دین اول حرف این است که از خدا باید ترسید خدا تر و خشک رو با هم میسوزونه خدا قادر مطلقه و میتونه هر کاری بکنه و سرنوشت همه ما دست خداست و ما بدون او و نظر او هیچیم هیچ کاری نمیتونیم بکنیم یک مثال هم وجود داشته که اینم من در جلسات قبلی در غیر موقع لازم براتون گفتم که حالا میگم که ازش استفاده کنیم که میگویند که اهل صفه همون کسانی که از یواشکی از مکه می گریختن می اومدن به مدینه که پیش رسول خدا اسلام بیارند و مسلمان بشن اینا معمولا مردمان توهیدست و جند پوش و بینوایی بودند که هیچ محل کسب و کاری نداشتند درآمدی نداشتند در مسجد مدینه به دستور پیغمبر اسلام یک سکویی ساخته میشه پهن و بلند که اینا رو این سکو حسیری پهن میکنند و اینا رو اونجا زندگی میکنن و از خانه پیغمبرم قضا میپزن هر روز برای اینها میارن تعداد اینام هم حد اکثر به هشتاد و دو نفر میرسه در کل یک روز که پیغمبر وارد مسجد مدینه میشه متوجه میشه که دو نفر از این اهل صفه دارن با هم دیگه صحبت میکنن و قاه قاه میخندن پیغمبر رو میکنه به اون کسی که میخندیده میگه که اگر تو بدونی چه سرنوشتی در انتظارته فقط گریه میکردی خب این خدا ترسی این ترس از خدا تا این حد و تا این درجه حالا این حدیث رو کی گفته درست غلط تو دل طرز تفکر جامعه است آمده جلو این وجود داره شاید در اصل اصلا رسول خدا چنین کسی هم ندیده چنین حفی هم نزده ولی این احادیث ساخته شده و آمده بیرون و گفته شده به دلیل اینکه تفکر عصر نیازمند این نوع سخنان بوده می تلبیده بگذاریم مومنین اولیه اسلامی به شدت میخوان ببینن که تکلیفشون با این جهان چیه این کتاب آسمانی جلوشونه باید این رو بخونند و از این سر در بیارن که وظیفهشون در مقابل دین و خدا و روز رستاخیز چیه چی کار باید بکنن که توفیق پیدا بکنند به سعادت ابدی برسند اون فرد ناطق که به حسن بصری معروف شده ایشون میراسی داشته از تمدن قدیم دوران ساسانی از تمدن قدیم ایرانی و با دیدگاه هایی که از میراس فرهنگی ایرانی داشته سخنان خودش رو میگفته و قرآن رو شرح میداده ما در قرن سوم میلادی در سال 220 پیغمبری داشتیم به نام مانی این پیغمبر دینی به وجود آورد و در این دین احکامی صادر کرد و حرفهایی زد و عمل کرد و وادار کرد که دیگران عمل بکنند پیروانش عمل بکنند و شد یک نهله بزرگی در ایران که به هر حال در زمان بهرام کشتنش اگرچه پادشاهان اولیه ساسانی مثل اردشیر بابکان و شاپور ازش حمایت کردند پروبال و دادند اجازه سفر دادند از این نقطه به اون نقطه رفت از جاهای مختلف رفت تبلیغ کرد و دعوت کنندگانی رو تربیت کرد و این دعوت کنندگان هم از این شهر به اون شهر می رفتند و اشخاص رو به دین مانویت دعوت می کردند و اشخاص هم می پذیرفتند. و ایشون جمعیتش زیاد میشد تا به وسیل بهرام دوم کشته میشه خب بدیهی است که در فرهنگ ایرانی هم هر کس که کشته بشه شهید شده و اون شهید از خاطره ها نمیره و چه بسا که اگر آتشی افروخته اون آتش شعله ورتر هم بشه و همین هم در مورد مانی شد مانی تنها پیغمبری بود که سواد خواندن نوشتن داشت و در طول عمرش دوازده کتاب نوشت و در این کتاب ها احکامی صادر کرد که این احکام یک نوع مطابقت هایی داشت با نیازهای اجتماعی و شرایط اجتماعی زمان خودش یعنی آغاز دوره ساسانیان خب ما میدونیم که در دوران باستان حکومت ها هر چقدر هم میخواستن عادل باشند عدالت مفهوم امروزی خودش رو نداشت و عدالت چیزی نبود که در دسترس باشه و بتونن بهش برسن چرا برای که عدالت در درجه اول قانون لازم داره و بعد اجرای اون قوانین چنین چیزی وجود نداشته بنابراین طبقات اجتماعی ایران در زمان ساسانیان از آغاز تا پایان یک طبقه موبدان و سپهبدان و اشراف و درباریان بودند بعد دبیران بودند و کارگزاران دستگاه و بعد کشاورزان بعد از کشاورزان اندکی پیشوران و دیگر هیچ و دیگر مردم بیکار بی درآمد که از همون آغاز دوره ساسانیان توده وسیع مردم بی درآمدی وجود داشتند که اینها رو خود ساسانیان به دو دسته تقسیم کرده بودند که اون کسانی که کار می کردند ولی نمی توانستند خرج ماهانه خانواده خودشون رو در بیارند با کار کردن کمبود داشتند به اونها می گفتن درویش و آتشکده ها به دلیل اینکه که بسیار زیادی داشتند هم موقوفات زیادی هر آتشکده داشت و هم نزوراتی که مردم بالادست به آتشکده ها می دادند سبب میشد که آتشکده ها به درویش ها کمک بکنه اما مردمی که از بیخوبون کاری نداشتند و هیچ دو درآمدی نداشتند اینها مونده بودن رو دست جامعه تعدادشون هم کم نبود که اگر این گروه عظیم و بزرگ در جامعه وجود نداشت چه بسا که سکر مزدکی هم به وجود نمی آمد مزدک به این دلیل به وجود آمد که توده عظیمی از جمعیت ایران بتونه از زندگی تمتعی ببره یه سهمی ببره این داستان عدم دسترسی توده عظیمی از مردم به مال و ثروت سبب اندیشه های گوناگونی شده بود یکی این که این ایارانی که ما میشنویم که بعد از اسلام بودند چنین عنصری ظهور کرد گروهی آمدن گفتن مرد جوان ما مرد جوان هستیم که راحت در روز روشن از دیوار مردم برن بالا اموال اشخاص رو بگیرن قارت کنن و بیارن بین یه دست فقرا و توی تقسیم کنند این بود در ایران که بعد یک زرتشتی یک موبد زرتشتی آمد و تئوری مزدک رو به شاه داد و اونم به داد و اونم پذیرفت برای که میخواستن یه جوری این مشکل رو حلش کنن به یک بگذاریم اما مانی یکی از احکام بزرگش چشم پوشی از نعمات دنیا بود و استقنا بود و پذیرفتن حد اقل برای معیشت بود دایان مایی که باید از شهری به شهری برن و مردم رو دعوت کنند به دین مانویت یک دست لباس داشتند و یک دست لباس دیگر که بتونن شور و شور بپوشن و برای یک روز غذا همراهشون بود. اینها میبایست که غذای روز دوم رو در بین راه از مردم بگیرند. این یه حسنی داشت این بود که این آدم تکبر ازش خارج میشد. با گدایی کردن آدم بی تکبری میشد و این بی تکبر شدن سبب سلامت ذهنش میشد. از نظر آقایون در آن اصر تا اینجا باید حرفا یادمون باشه تا بقیه مطلب رو در برنامه بعدی چون وقت من متاسفانه تموم شد فعلا شب روز تو